أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله مقدم شما نخبگان فرهیختگان علاقمندان به قرآن و اعتراض را گرامی می‌داریم از سعی و کوشش مسئولان محترم این نشست حق شناسی می‌کنیم و از عزیزانی که به راه افتادند و از رهتوشه بزرگان طرفی بستند و در صدد اصلاح و اصلاح خود به جامعه هستند سپاسگزاریم و از خدای سبحان مسئلت میکنیم به همگان توفیق اصلاح و اصلاح مرحمت کند. محور اصلی بحث این نشست بصیرت دینی است. بصیرت را قرآن و اعتراض به خوبی معنا کردند. در قرآن کریم انبیا و مرسلان و اولیاء الهی را بصیر می دانند. ابراهیم خلیل را، اسحاق را، یعقوب را، اسماعیل ذبیح علیه السلام را قرآن کریم اولی الایدی و الابصار می دانند و بصیرت را قرآن کریم سرمایه طی طریق و رسیدن به مقصود و شهود مقصود در مقصد می داند. دو خطبه از خطبه های نورانی امیر بیان و بیان علی ابن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه اختصاصی دارد به تبیین معنای بصیرت. بصیرت در فرهنگ قرآن کریم به معنای بینایی در برابر نابینایی نیست. بصیرت معنای دوربینی و تیزبینی در برابر کمبینی و نازکبینی و نزدیکبینی است. اون که نزدیک را میبیند به دور را نمیبیند کور است. اون که ظاهر را میبیند به باطن را نمینگرد کور است. در فرهنگ نهج البلاغه یعنی سخنان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که عد قرآن کریم است تعبیر و تفسیری برای بصیرت شده است. فرمود دنیا منتها دید افرادی است که نابینایند. نابینا در فرهنگ قرآن و نهج البلاغه به معنای نابین نیست، به معنای نزدیکبین است. انسان مسافری است که دنیا اول به برزخ و آخرت وسط و پایان راه اوست تا از دارالفرار به دارالقرار برسد. حرکت دائمی نخواهد بود. حرکت دائم یعنی بی هدف و بی مقصد. دنیا دار حرکت است، حتما به دارالقرار می رسد. اون که محور حرکت را می بیند و مدار قرار را نمی نگرد او در فرهنگ دین کور است. دنیا منتها دید اعماست. کسی که فقط دنیا را می بیند، زرق و برق دنیا را، لوازم دنیا را، آسایش و آرامش دنیا را، رفاه دنیا را می نگند، به مرگ را پوسیدن می پندارد، نه از پوست به در آمدن و نابودی می داند، نه به بود مطلق پناهنده شدن، اون را فرهنگ نهج البلاغه کور می داند
که ان الدنیا منتها و سر الاعما، چون دور را نمی بیند یک و باطن را نمی بیند دو. و اما بصیر کسی است که گذشته از دنیا دارالحرکه دارالقرار را هم می بیند، نتیجه را می بیند، پایان کار را هم می نگرد. فرق این دو دید این است، اون که اهل دنیاست رخدادهای تلخ و شیرین را تماشا می کند، اون که اهل آخرت و بصیرت است رخدادهای تلخ و شیرین را مکتب و مدرس می داند و از اونا عبرت می گیرد. فرق عبرت و تماشا این است که انسان نابینا این حوادث را می بیند و لحظه لذت می برد یا لحظه می نالد، ولی بصیر از این حوادث عبور می کند. عبرت را عبرت گفتند، چون سالک از جهل به علم، از جهالت علمی به عقل عملی، از ظلم به عدل و از باطل به حق و از دروغ و کذب به صدق و از شر به خیر و از قبیح به حسن عبور می کند. فرق کور و فرق بینا این است که کور تماشا می کند و بینا عبور می کند. این بیان نورانی امیرالمومنین است در خطبه 133 و در خطبه 153 این بیان را ذکر میکند که بصیر عبرت میگیرد و چیزی را که میشنود فکر میکند و عبور میکند، و کور تنها چیزی را که میبیند وسیله سرگرمی اوست. این یک فرق فارق. دوم آن است که اعما و کور لها متزود و بصیر منها متزود، هر دو تلاش و کوشش می کنند، هر دو در صدد تهیه رهتوشه و زادن، لکن بصیر برای بعد از مرگ رهتوشه تهیه می کند و کور برای دنیا رهتوشه تهیه می کند. او چون راهش محدود است توشش هم محدود است. فل اعمال لها متزودون والبصیر منها متزود، نابینا برای دنیا تلاش می کند، بینا برای دنیا و آخرت تلاش می کند. دنیا را صالح و اصلاح می کند برای اینکه به آخرت بهتر برسد، نه تنها دنیای خود را، دنیای دیگران را. در تلاش و کوشش است که خار راه نباشد یک، خار راه را بردارد دو، نه بی راه برود نه راه کسی را ببندد. فل اعمال لها متزودون والبصیر منها متزود، یک انسان بینا رهتوشی از دنیا تهیه می کند برای آخرت، از دنیا مایه می گذارد برای آخرت، ولی کور فقط برای دنیا تلاش و کوشش می کند. پس فرق محوری یکی در مسئله تماشا و عبرت است، یکی در مسئله رهتوشه و ذات تهیه کردن. هر دو در تلاش و کوششند، یکی برای دنیا، یکی برای دنیا و آخرت. هر دو نگاه میکنند، یکی تماشا میکند، یکی عبرت میگیرد. اون که عبرت میگیرد اهل حرکت در مسیر مستقیم است تا به دارالقرار بار یابد، و اون که حرکت نمیکند در دنیا میماند تا بپوسد. بنابراین اون چه که شما بزرگواران در دیار غربت دارید به سر میبرید یا در دیار خودتون همونجا زندگی میکنید، باید پیام بصیرت را که پیام رسمی قرآن و اثرت است هم برای خود ملکه کنید، هم به دیگران ابلاغ کنید و سفیر الهی باشید، با قولتون، با فعلتون،
با علمتون، با عملتون. این را هم مستحضرید که هرگز نمی شود دنیا را با دنیا شناخت، هرگز نمی شود معارف بلند را با علم و با ابزار دنیایی شناخت. اگر کسی خواست محبت را بشناسد، با علم ممکن نیست. محبت از سنخ انگیزه است، بصیرت از سنخ انگیزه است، عشق از سنخ انگیزه است، ایمان از سنخ انگیزه است. انگیزه را با انگیزه باید شناخت، عشق را با عشق باید شناخت، ایمان را با ایمان باید شناخت، محبت را با محبت باید شناخت. همونطوری که علم یه بیان دارد یه مبین، یک بدیهی دارد یک نظری، مطالب علمی نظری را با مطالب علمی بدیهی میشون فهمید، چه در بخش تجربی، چه در بخش ریاضی، چه در بخش کلام، چه در بخش فلسفه، چه در بخش علوم دیگر. در بخشای ایمان، بصیرت، عقل عملی، عشق، دوستی و محبت، هیچ کدام از اینها را نمی شود با علم شناخت. مزه بصیرت را، بصیرت های درین و بالا را با بصیرت های پایین می شود شناخت. عشق بالا را با عشق پایین می شود شناخت. ایمان بالا را با ایمان پایین می شود شناخت. شهود بالا را با شهود پایین باید شناخت. ما باید حواسمون جمع باشد که اگر خواستیم مطلب علمی را بفهمیم، از علوم ساده به علوم پیچیده بار می‌یابیم. اگر خواستیم مطلب عملی را بفهمیم، از اعمال ساده به اعمال پیچیده بار می‌یابیم. هرگز عشق را با علم نمی شود فهمید، هرگز ایمان را با علم نمی شود فهمید، هرگز محبت را با علم نمی شود فهمید. خلاصه هرگز انگیزه را با اندیشه نمی شود فهمید. اندیشه را با اندیشه می شود شناخت، انگیزه را با اندیشه نمی شود شناخت. این است که فرمودن مقداری این راه را طی کنید تا این مبادی اولیه برای شما حاصل بشود و از مبادی اولیه علم، ایمان و انگیزه به مراحل برتر برسید. مجددا مقدم شما را گرامی می‌داریم. از ذات اقدس اله مسلط می‌کنم به فرد فرد شما، به جمع شما، به بنیان گذاران محفل. اونچه خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت است مرحبت کند. همه شما فارغ التحصیل بشید، علوم عالیه را فراهم کنید، به دیار خودتون برگردید. اگر قرآن کریم در سوره توبه مسئله نفر حوزه ها را مشخص کرد که اینها بروند فقیه بشوند، به دیار خودشون برگردند، اینها تمثیل است و نه تعیین، اختصاصی به حوزه ندارد. دانشگاه ها هم همینطور است. دانشجویان عزیز دانشگاه ها به دیار دیگر کشورها مسافرت میکنند، مهاجرت میکنند، خردمند میشوند، کارآمد میشوند، عالم میشوند، محقق میشوند، پروفسور میشوند، تا برگردند به سرزمین خود، به مردم خود، به دیار خود، به وطن خود خدمت کنند. امیدواریم اونچه خیر و صلاح همگان است خدا به همه ما عطا کند. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.